روایت صالح از سقوط کابل. یک روز پیش از طریق محب و فضلی از برنامه فرار غنی آگاه شده بودم. به نقل از عتیق الله بریالی، لحظات شیرین در راه است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. امرالله صالح معاون اول محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری کشور روز پنجشنبه نهم جدی درباره سقوط کابل، فرار محمد اشرف غنی و رفتن خودش به ولایت پنجشیر وضاحت داده است. طبق روایت صالح، او یک روز پیش از سقوط کابل از برنامه خروج محمد اشرف غنی از کشور خبر شده بود. هرچند روایت اشرف غنی در مصاحبه با نیکی کارتر فرمانده پیشین نیروهای بریتانیایی از فرارش از کشور متناقض است، اما او گفته است که هنگام فرار به او وقت داده نشده است و تا آخر نمیدانسته است که کشور را ترک میکند. امرالله صالح معاون اول غنی روایت خود را از روز شنبه 23 اسد یک روز پیش از سقوط کابل از دیدار و ملاقات با دو تن از نزدیکان غنی آغاز کرده است. با گفته او، عبدالله محب مشاور امنیت ملی و فضل محمود فضلی رئیس اداره امور و از نزدیکان محمد اشرف غنی به دیدار او آمده بودند. صالح گفته است که در این هنگام او از عدم اعلام مقاومت ملی خشمگین و ناراضی بوده است، زیرا باید مقاومت ملی از روز پنجشنبه اعلام می شد. با گفته صالح، این دو تن از نزدیکان محمد اشرف غنی مشورت داده بودند که با خونسردی بعد دراز مدت فکر شود و طالبان باید از مشروعیت محروم شود، زیرا چیز به نام پروسه صلح وجود ندارد. معاون اول محمد اشرف غنی میگوید که در این نقطه با آنها موافق بود، اما وقت تفصیل خواست در جریان صحبت فهمیده است که آنها میخواهند غنی به خارج برود. امرالله صالح اما میگوید که به دو مشاور محمد اشرف غنی گفته است که به هیچ صورت کشور را ترک نمی کند و هر قدر توانست مقاومت می کند. او نوشته است که به فضلی و محب گفته است من به هیچ صورت کشور را ترک نمی کنم، تا هر مقدار که بتوانم مقاومت می کنم. اگر در هیچ جای نتوانم کار کنم، بام خانه‌ام را در تیمنی سنگر می سازم. امرالله صالح همچنان میگوید که محب به او گفته بود که پاکستانی ها تصمیم گرفتند که چند نفر را با شنیترین روش ممکن بکشند و پیش از کشتن در شهر بگردانند. برابر روایت صالح، محب گفته است که او صالح نیز در این جمع شامل می باشد. معاون اول محمد اشرف غنی میگوید که شنبه شب 14 اگست 24 اسد تا صبح نخوابیده تا از وضعیت با خبر شود و بغاوت زندانیان طالب در پل چرخی را مهار کند. با گفته او، در آن شب تنها فرمانده پلیس کابل به تلفن‌های او پاسخ داد و دیگر مقام‌های امنیتی و دفاعی قابل دسترس نبود. امرالله صالح همچنان میگوید که آخرین پیام را به حمدالله محب داده است که سروبی کابل زیر فشار است و باید عاجل دست به کار شود. او اما میگوید که پاسخ در این مورد دریافت نکرده است. صالح میگوید که ساعت 9 صبح روز یکشنبه 24 اسد از تیمنی به سمت پنجشیر حرکت کرد و در آنجا در شکل دهی مقاومت سهم گرفت و اجازه نداد که لکه تسلیمی و تظرع بر جبین پایگاه مقاومت و ملت حک شود. معاون اول محمد اشرف غنی نوشته است روایت مقاومت با مقاومتگران و خون پاک شمار از این پاکبازان رقم خورد و ادامه دارد. وقت تصاویر انهدام دو ارادر رنجر طالبان را که دیشب به همت مدافعان مقاومت در قریه روخه انجام شده بود می دیدم، برایم فخر عجیب دست می داد. در پایان امرالله صالح تأکید کرده است که هیچ علاقه به نوشتن قیل و قال شکست ندارد، زیرا وطن از ما است و روزی از دست این گروه نیابتی ستمگر بیگانه با فرهنگ و تاریخ ما آزادش میکنیم. با گفته او، روایت مقاومت، تضعیف و شکست طالبان اهمیت بیشتر از نوستالژی نویسی دارد.
با نقل از عتیق الابریالی، لحظه شیرین در راه است. او در صفحه فیسبوک رسمی خود چنین نگاشته است: لحظه های شیرین می رسد و مردم ما با جبین باز از بهار تجلیل خواهند کرد. همفکران مسعود در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: سر تمام رهبران فراری که خارج از وطن فرار کردند خط می کشم، اما سر مارشال دوستم اعتبار داریم که هر وقت باشد سمت شمال را یک بار دیگر به گورستان طالبان تبدیل می کند. مگر طالبان 20 سال قبل از نام گلمجم دوستم پن نگرفتن. عنقریب مارشال دوستم با نام گلمجم وارد کشور خواهد شد و با مقاومت هم صدا می گردد. طرح شرکت برشنا برای فروش جایدادهای بدهکاران این شرکت ارزیابی می شود. خبرگزاری 8 صبح کابل. کابینه حکومت سرپرست طالبان از شرکت برشنا خواسته است تا طرح خود برای فروش جایدادهای سیاستگران و بدهکاران این شرکت را بفرستد. این فیصله روز دوشنبه 6 جدی در نشست کابینه حکومت سرپرست طالبان گرفته شده است. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، در دیویت گفته است که بر اساس فیصله حکومت، شرکت برشنا موظف است طرح فروش و با کرایه دادن جایدادهای شمار سیاستگران، زورمندان و مقامهای قبلی را که از این شرکت بدهکارند برای ارزیابی به کابینه بفرستد. بر اساس طرح شرکت برشنا قرار است این شرکت جایدادهای آن دست افراد را که با وجود ادلایه های شرکت برشنا بدهی‌هایشان را پرداخت نکردند فروخته و یا به کرایه دهد. طرح شرکت برشنا پیش از این برای اجرای وام های این شرکت به کشورهای صادرکننده برق مطرح شده بود و قرار بود بدهی‌های شرکت برشنا با فروش جایدادهای بدهکاران پرداخت شود. این در حالی است که نامرا سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، در تویت گفته است که بر اساس فیصله حکومت، شرکت برشنا موظف است طرح فروش و به کرایه دادن جایدادهای شمار سیاستگران، زورمندان و مقامهای قبلی را که از این شرکت بدهکارند برای ارزیابی به کابینه بفرستد. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید.